آیه؟ آره ستاره. یکی بود یکی نبود زیر گنبد کبود، گوشه ای از این جهان یه خاله ستاره بود، یه خاله ستاره بود. از درخت قصه ها خاله رفت و قصه چی به همه ستاره ها، روزی یک قصه رسید، روزی یک قصه رسید، روزی یک قصه رسید، روزی یک قصه رسید. سلام ستاره مهربون، قصه امروزمونم اژدهای مهربون. قصه امروزم راجع به ماجرای پسر کوچولوی تنهاییه که با اژدهای آتشین غار بزرگ دهکده دوست میشه و هیچ کس و هیچ چیز نمیتونه دوستی اونها رو از بین ببره. اسم این پسر کوچولو پونتا بود. اون توی دهکده با هیچ بچه‌ای دوست نبود. آخه طفلکی تا میخواست با کسی حرف بزنه زبونش میگرفت و به تته پته میافتاد و همین باعث میشد بچه‌ها به جای بازی کردن با اون شروع کنن به مسخره بازی و اذیت کردنش. تا اینکه یه روز اونجا رو نگاه کن، داره میره سر چشمه. بیا برم یه کمی بخندیم. آره با تو نگاهش کن. پونتا 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 سلام سلام، کجا میری؟ دارم میرم لب چشمه آبی کوزتو بده ما کمکت کنیم. دروغمون چیه بابا؟ بگی بگی هیچ کاریه بده من دو تا پسر بی ادب اینقدر این کار لوس و بیمزه‌شون رو تکرار کردن که کوزه از دستشون افتاد و شکست. بعدش هم زدن زیر خنده و فرار کردن. پونتا که میدونست اگه به خونه بره مادرش دعواش میکنه، گریه کنان از اونجا دور شد و رفت و رفت و رفت تا رسید به یه غار بزرگ. حسابی سردش شده بود و هوا هم داشت تاریک میشد. چاره‌ای نداشت جز این که به داخل غار بره و اونجا بمونه تا صبح بشه. خیلی غمگین بود. یه گوشه نشست و زانوهاشو بغل کرد و شروع کرد به قصه خوردن. اما ناگهان چشمش افتاد به دو تا گلوله نور آتیشی که به سمت اون می اومدن. از ترس نفسش بند اومده بود. من اژدهای آتیشی غار بزرگم. اژدها میخوای منو بخوری؟ تو رو بخورم؟ چرا باید تو رو بخورم؟ مگه تو آدم ها رو نمیخوری؟ معلومه که نمیخورم. بعد چرا همه از تو میترسن؟ نمیدونم، من که ترس ندارم. بیا جلوتر، نترس، بیا تا با بخار دماغم گرمت کنم. نه. پونتا یواش یواش به اژدها نزدیک شد و با آتیشی که از دماغ اژدها بیرون می اومد گرم شد. بعدم شروع کرد به تعریف کردن اون چیزی که براش پیش اومده بود. اژدها بعد از اینکه حرفای پونتا رو شنید، سر درد دلش باز شد. پونتا، منم مثل تو تنها. همه از من میترسن. برای همینی که من سالهای ساله که توی این غار خودم رو قایم کردم. بیا با هم دوست بشیم. دوست داری با هم پرواز کنیم؟ نه، من که بال ندارم. بیا بشین روی کمر من تا با هم پرواز کنیم.
میدونین بچه ها، نمیدونین که چقدر به پونتا خوش گذشت. از روی کوه ها و دره ها گذشتن، از روی دریاها و درخت های سرسبز. اژدها هم مدام از دماغش آتیش بیرون میداد و هوا رو روشن میکرد تا پونتا بهتر بتونه منظره ها رو ببینه. دمدمای صبح که شد، برگشتن به غار. آخه نباید چشم هیچ آدم بدجنسی به اژدها میافتاد. اژدها برای پونتا توضیح داد که اگه آدمای بددل اونو ببینن، یا اسیرش میکنن یا میکشنش. برای همین اگه پای آدمی زاد به اونجا باز بشه، مجبوره که بره توی سنگای غار و برای همیشه ناپدید بشه. گرم صحبت بودن که یه دفعه پونتا متوجه چیز عجیبی شد. اژدها جونم، یه اتفاق عجیبی افتاده. چی؟ وقتی دارم با تو حرف میزنم دیگه زبونم نمیگیره. خب معلومه. آخه چرا؟ این معجزه دوستیه، چون من و تو حسابی با هم دوست شدیم و به هم اعتماد داریم. برای همین تو میتونی پیش من راحت باشی و راحت حرفای دلتو بزنی. وای چقدر خوشحالم. من همیشه دوست تو هستم. هر وقت دلت گرفت میتونی بیای اینجا و با هم حسابی گپ بزنیم. اما الان برو، برو خونه پیش مادرت تا نگرانت نشه. باشه اژدهای مهربون. پونتا صورت اژدهای آتشی مهربون رو بوسید و رفت. از اون به بعد هر روز میرفت پیش اژدها و حسابی با هم خوش میگذروندن. اما بشنوین از بچه های بدجنس و بیتربیت که از این رفتار آروم و بیتفاوت پونتا به خودشون خیلی تعجب کرده بودن. برای همین یه روز که پونتا داشت میرفت پیش اژدها، تعقیبش کردن. اژدها و پونتا مشغول گفتگوی دوستانشون بودن که از صدای دوتا پسرک شیطون بدجنس قلبشون ریخت. پونتا! پونتا! ما میدونیم تو اینجایی. اینا از کجا پیداشون شد؟ حتما تعقیبت کردن. اژدها جونم! اژدها جونم کجا میری؟ چرا داری غیب میشی؟ پونتا! این دوتا آدمیزاد خیلی بدجنسن. من از صداشون میفهمم. اگه منو پیدا کنن اسیرم میکنن. من دارم میرم تو دل سنگا. اگه بری دیگه بیرون نمیای؟ نه دوست خوب من، دیگه حالا حالا ها نمیتونم بیرون بیا. نه نرو، من تازه یه دوست خوب پیدا کردم. من فقط با تو میتونم درست حرف بزنم. نه پونتا، گریه نکن. شاید منو نبینی، ولی من همیشه دوست تو هستم و تو همه سختی ها کنارتم. اگه مشکلی برات پیش بیاد، مطمئن باش قدرت و دوستی من به تو کمک میکنه. دوستت دارم، دوست خوبا. منم دوستت دارم. اژدها اینو گفت و ناپدید شد. پسر بچه ها رسیدن به پونتا. هرچی ازش پرسیدن داشته با کی حرف می زده، به اونا از اژدها هیچی نگفت. پسرا خیلی تعجب کردن، برای اینکه پونتا دیگه زبونش نمی گرفت و خیلی با اعتماد به نفس و مطمئن با اونها صحبت می کرد. خداحافظ. بالا رفتیم ستاره بود، پایین خاله ستاره بود. قصه رو چید و گفت و رفت، باز بر میگرده خیلی زود، باز بر میگرده خیلی زود. خاله ستاره دیگه چی داره؟ بالا رفتیم ستاره بود، پایین خاله ستاره بود. قصه رو چید و گفت و رفت، باز بر میگرده خیلی زود، باز بر میگرده خیلی زود.